رسمی عارف یا فیلسوف نیستن، ولی به هر حال اندیشه می کردن درباره زندگی. در میانه ها در طول تاریخ کسانی بودند که گفت ما به اندیشه فقط نیست، لحظه لحظه زندگی ما سرشار از لذت باشه، ما به این هم می اندیشیم که این لذت ها متراکم بشن روی هم دیگه و لذت انباشته برهم داشته باشیم. خب خود بحث رو البته من دیگه باز از نو تکرار نمی کنم، ولی وقتی که این بحث رو پیش کشیدم و به همین صورت فقط اکتفا کردم، گفتم که 5 نکته در این باب هست که باید بشت برای این که بشود لذت رو تا حدی که میتوان انباشت. لذت نه به معنای مصرف نکردن چیزهاییست که موجبات لذت ما رو فراهم میارن، نه، به معنای این است که من به طرزی و شیوهی زندگی میکنم که نه فقط در هر لحظه لذت آن لحظه رو میبرم، بلکه لذت این لحظه هم افزوده میشه بر لذتی که در لحظات سابق بردم. این رو من عرض کرده بودم و فقط اشاره کرده بودم به این که 5 نکته مورد توجهی در اینجا قابل ذکر، اما این 5 نکته رو نگفتم، یعنی اون وقتی که تحقیق کردم آخر جلسه بود و بعدم خب پیش خودم گفتم دیگه بعد ترکش شقشقت من هدر از ثم قررت گفته علی، چیزی گفتیم و گذشتیم. اما بعدم دیدم که نه، خیلی دوستان پرسیدن، تا جلسه سابق هم بازی که از دوستان دوست کتبی پرسیده بودن و باز چون جواب ندادم نمیدونم همون دوست بودن یا دوست دیگری تلفن کردن به من در طول این هفته. و باز این جالب اینه که دیروز به من 4 تا تلفن درباره این کلاس شد، 3 تاش مربوط به همون باز هم. ظاهرا من بالاخره از اینجا رهایی ندارم از جواب این سوال. اینه که با این که جواب این سوال اصلا به موضوع بحث این ترم مربوط نمیشه، موضوع بحث این ترم در واقع تحلیل مفاهیم روانشناختیه به کار رفته در اخلاق بود، که مفاهیم روانشناختی که در اخلاق به کار رفتن اینا چگونه باید تحلیل بشن، موضوع این بود. ولی با این همه من چاره جزی ندارم که به این موضوع بپردازم تا در واقع به قولم عمل کرده باشم و این مشغول و ذمه نباشم. اینو عذرخواهی میکنم از کسانی که به این موضوع علاقه ندارن و مجبورن امروز درباره این موضوع چیزهایی بشنوند. به هر حال قبول میکنم که خروج از بحث این ترمه، ولی سعی میکنم که زود بحث رو تمام کنم و پردازم باز بحثی که در جلسه سابق داشتیم و ادامهش رو شما من انتظار داشتید در باب اراده و نیت. این نکته رو خدمتتون عرض میکنم. حالا بپردازم به اون 5 نکته‌ای که میخواستم گفته باشم. یادتون میاد که در اون جلسه بحث بر سر این بود که زندگی ما غالباً اگر مثلا واحد شمارش زندگیمون رو ثانیه بگیریم مثلا، یا هر واحد دیگری که میخواید بگیرید بگیرید، هر کوانتومی که میخواید بگیرید بگیرید، به هر حال بحث بر سر این بود که زندگی ما که مثلا مرکب از ثانیه هاست، بیشتر ثانیه هاش به لذت نمیگذره بلکه به درد و رنج میگذره، و البته پاره ای از ثانیه هاش هم که کمتر از نسبت اون ثانیه ها، اینا هم با درد و رنج با لذت پر میشه. بنابراین اگر هر ثانیه رو یک انگشتانه بگیرید که این انگشتانه رو باید با چیزی پرش کرد، ما در زندگی خودمون تجربه‌مون اینه، در زندگی فردی خودمون و بعدم در طول تاریخ هم یاد گرفته ایم از اونایی که تجربه های اندوخته خودشون رو برای ما نقل کرده اند، یاد گرفته ایم که اونا میگفتن که این انگشتانه هایی که کلش زندگی ما رو میسازه،
اینا در واقع همش با لذت پر نشده در طول زندگی، بیشترش با درد و رنج پر شده، ولی البته گاهی هم با لذت پر شده. بنابراین اون چیزی که ما در مقام عمل هر کدام از ما انسانهای عادی، ما انسانهایی که عادیم، انسانهای کوچو بازاریم، همین انسانهای عادی، ما معمولا اگر هر ثانیه یا هر کوانتوم از عمرمون رو به یک انگشتانه ای تشبیه بکنیم، این انگشتانه ها بیشترش با درد و رنج پر میشه و البته کمترش هم با لذت پر میشه. این تجربه ما انسان های عادی. کسانی در طول تاریخ گفتن که ولی میشود یک مرحله از این بالاتر رفت، میشود طرز زندگی هایی در پیش گرفت که اگر اون طرز زندگی ها در پیش بگیریم، اون وقت میبینیم که تعداد انگشتانه هایی که باید پر بشوند بیشتر با لذت پر میشوند تا با درد و رنج. ما که بیشتر داریم با درد و رنج پرشون میکنیم، ولی اونا وعده دادن که اگر شما این طرز زندگی رو پیش بکشید، اون وقت بیشتر این انگشتانه ها با لذت پر خواهند شد و نه با درد و رنج. اینم یک وعده، و البته برنامه هایی هم پیشنهاد کردن برای اینکه این وعده عملی بشه. کسانی از این هم بالاتر رفتند. ببینید هی داریم فاصله میگیریم از آن چیزی که خودمون میزیم و حس میکنیم. کسانی از این هم بالاتر رفتند، گفتن ما اصلا برنامه ای سراغ داریم برای زندگی که اگر اون برنامه رو شما در پیش بگیرید، اصلا تمام انگشتانه ها با لذت پر میشه. توجه میکنید؟ تمام ثانیه های زندگیتون با لذت پر میشه. این ثانیه با یک لذت پر میشه، اون ثانیه هم با لذتی، ثانیه بعدم با لذتی، ثانیه بعدم با لذتی، ثانیه بعدم با لذتی، و به همین ترتیب این انگشتانه ها همشون پر میشوند، اما پر میشوند از لذت. خب این اگر پیش بیاد، اون روز اون جلسه مثال میزنم که انگار کل مثلا زندگی ما با چند تا سنگ فرش میشه، با یک سنگ یک رنگ مثلا سنگ فرش میشه، درسته؟ این تا اینجا البته وعده های بزرگیه، ولی خب دادن کسانی. اما یک کسانی یه وعده بالاتر از اینم باز دارن، و اینه که محل بحث امروز من، یه اشاراتی درباره این میخوام بکنم. خب ببینید، حالا باز برگردم به اون سنگ فرش سیاه و سفید. اکثر ما اگر ثانیه هایی رو که با لذت پر شده رو مثلا سنگ سفید تلقی بکنیم، و ثانیه هایی رو که با الم و با درد و رنج پر شده با سنگ سیاه فرض بکنیم که پر شده، اکثر ما به این جاده 70 سال زندگیمون که نگاه میکنیم، البته وقتی میخواییم بمیریم برمیگردیم و به این جاده نگاه میکنیم پشت سرمون، که این 70 سال با چی پر شده، خب میبینیم اکثر این جاده با سنگ‌های سیاه پر شده. توجه می‌کنید؟ یه تکتیکیش هم سنگ‌های سفید پرش کردن. این اکثر من. ما کسانی گفتن که نه، میشه عکس این بود. یعنی میشه چنان زندگی کرد که وقتی برمیگردید از به پشت سر و جاده زندگیتون نگاه می‌کنید، ببینید بیشتر سنگ‌هاش چیه در واقع؟ سفید. این خب یه وعده‌ای. کسانی گفتن اصلا نه، یه وعده دیگه میشه داد، و اون که اصلا میشه یه جوری زندگی کرد که وقتی به سنگ فرشا برمیگردید، به جادتون نگاه میکنید، به جاده زندگیتون نگاه میکنید، ببین کلش از سنگ سفید پر شده. خب تا اینجا البته خیلی جالبه، هنوزم باور نکردنیه، ولی خب نسبت به این وعده ای که الان من میخوام بگم دیگه خیلی باور کردنی تره. کسانی گفتن نه، اینم کافی نیست که تمام لحظات زندگی من با لذت پر بشه، این کفایت نمی کنه. باید سفیدی هر لحظه از سفیدی لحظه قبل چی باشه؟ که بیشتر باشه، هی سفیدتر بشه لحظات زندگی من. یعنی اگر مثلا فرض کنید که یه تکه هایی از زندگی من مثلا سفیدی فرض کنید که کاغذ بوده، حالا بعداً سفیدی یه چیز دیگه پیدا کنه که من بلد نیستم، بالاخره به سفیدی برف، به سفیدی برفی که بر قله کوه میشینه، باید لحظه ها سفیدتر و سفیدتر بشن. لحظه ها سفیدتر و سفیدتر بشن، یعنی هر لحظه‌ای
کمک بکنه که لحظه بعد لذتش عمیق‌تر هم بشه. انگار لذت‌ها متراکم میشن روی یک دیگر. خب کسانی چون ادعایی داشتن، خیلی ادعایی به نظر من عجیبیه، ولی خب کردن کسان. حالا من اون روز که این بحث رو پیش کشیدم گفتم که خب حالا این برای اینکه یه هم چیزی پدید بیاد 5 تا نکته رو باید بهش توجه کرد. نگفتم که یه همچین چیزی پدید خواهد آمد، ولی میخوام بگم اگر به 5 تا نکته توجه بکنید انگار میتونید در این جهتی نیسته باشید. البته خب گفتن اینها آسونه ولی عمل کردنش خیلی دشواره. ولی خب بالاخره خوبه که کسان لااقل گفتن راهش اینه. حالا اگه نمیتونم عمل بکنید ولی راهش رو در واقع میدونید که چیه. من میخوام به این 5 نکته دقت کنم. سهمی که متفکران، عارفان، فیلسوفان، عالمان در طول تاریخ داشتن درباره روشن کردن 5 نکته سهمی نیست که خیلی بشه مشخص کرد که این نکته اول رو کی ابداع کرده، نکته دوم رو کی ابداع کرده، نکته سوم رو، نکته چهارم رو و نکته پنجم رو نمیشه تعیین کرد. ولی در عین حال من میتونم عرض بکنم که رگه های این نوع طرز تلقی در جهان باستان به اپیکور برمیگرده. که ما معمولا در کتاب ها وقتی میخواییم لذت طلبی رو، مکتب لذت طلبی رو بنیانگذارش رو بگیم، میگیم لذت طلبی بنیانگذارش اپیکوره. و چونم میگیم لذت طلبی یا لذت جویی بنیانگذارش اپیکوره، اون وقت طبعاً به نظرمون ذهنمون تداعی براش میشه یه سلسله چیزهای دیگری که خیلی فاصله داره با اپیکور تاریخی، خیلی فاصله داره با اپیکور آنچنان که بوده است. نظر میکنید اپیکور البته معتقد بود که زندگی باید همیشه در پی لذت باشه، زینده باید همیشه در پی یک زیست سرشار از لذت باشه. ولی اون وقتی لذت میگفت تدائی هایی که برای اون میکرد لذت و تدائی هایی که وقتی من الان میگم لذت برای بسیار از ما میکنه خیلی فرق میکرد. و اتفاقا همین فرقیست که اپیکور لذت به نظر اپیکور با لذت به نظر من و تو داره، همین فرقی که باعث میشه یه سهمی برای اپیکور در این نوع طرز زندگی آرمانی قائل بشه. این در واقع به نظر من میاد که ما در دنیای باستان بیشتر از همه اینجا وامدار اپیکوری. بعدها این طرز تلقی اپیکوری در جهان اسلام رسید به یک متفکر به تمام معنا دوست داشتنی جهان اسلام. البته عرض کنم که خیلی غریب در جهان اسلام، و اونم ابوالعلاء مجریه که یک متفکر به تمام معنا اخلاقی، به تمام معنا انسانگرا و به تمام معنا متعالی زندگی بکن بود. البته خودتون دیگه میدونید که دین و مذهبی رو نپذیرفت، قبول نمیکرد، و ولی به هر حال این بود. در واقع به نظر من ابوالعلاء مجری پیام اپیکور رو یک کم جنبه بوداییانه هم بهش افزود. از این نظرم گاهی متهم بود که بوداییه. به هر حال این خدمت رو عرض کنم که در ابوالعلاء مجری که در میان ما متاسفانه خیلی ناشناخته است، تقریبا کسی نمیشته تا ابوالعلاء مجری رو، و عمدش هم معلومه چرا، چون اگر آثارش به زبان فارسی بخواد ترجمه بشه خب اجازه نشر که پیدا نمیکنه. عرض کنم که اینم باز یک بعد از ابوالعلاء مجری و با یه فاصله زمانی کمی این طرز تلقی به خیام رسید. خیام شاگرد ابوالعلاء مجری، نه شاگرد بلاواسطه، یعنی چون ابوالعلاء مجری در معره زندگی میکرد، یعنی در اون جایی که در اطراف دمشق کنونی، ولی به هر حال عمر خیام نیشابوری شدیداً جهان نگریش تحت تأثیر ابوالعلاء مجری بود. و شما در این مثلا 60-64 رباعی و 4 پاره‌ای که قطعاً از آن عمر خیامه طرز تلقی ابوالعلاء مجری رو میبینید. این که میگم قطعا از آن خیامه، چون ما نزدیک به 400 تا رباعی داریم که همه رو به خیام نسبت میدن. دیگه هر کسی با این طرز تلقی
خوشش اومده یه رباعی دو تا رباعی گفته، اینم منظم شده به روایات عمر خیام نیشابوری. ولی روایات عمر خیام نیشابوری که واقعا مال او هست، اینا تعدادش 60 61 62 63 یا 64 است. ولی بالاخره اون طرز تلقی در اینجا خودش رو نشون میده در ابوالعلاء مرجعی به صورت شکسته بسته و اینکانسیستنتی. بعدها این طرز تلقی به حافظ هم رسید. البته حافظ وفادار نیست به عمر خیام، یعنی طرز تلقی آمیخته ای داره و چون طرز تلقیش آمیخته است، اون سازواری رو نمیبینید که در ابوالعلاء مرجعی میبینید، اون سازواری که در عمر خیام نیشابوری میبینید رو نمیبینید. ولی خب به هر حال در او هم هست این یه رگه هایش شما در دیوان حافظ هم میبینید. این حال در درون فرهنگ خودمون داشتم عرض میکردم. خب در همین در واقع طی طریق و رگ شناسی، این در فرهنگ های دیگه هم قابل استکشاف و استخراجه و البته همونطور که عرض کردم همش هم به اپیکور برمیگرده. حالا من این نکات پنجگانه رو میخواستم خدمتتون عرض بکنم. نکته اولی که این متفکران بهش توجه پیدا کردن و براشون اهمیت داره این نکته است که شما برای این که به یه همچون حالت آرمانی برسید، تفکیک بگذارید بین خواسته هایی در زندگی، اشتهاهایی در زندگی، نیازهایی در زندگی که وقتی که برآورده می شوند سیری می آورند، با اونایی که وقتی برآورده می شوند گرسنگی بیشتر بگذارید و بعد بر اساس این تفکیک توجه بکنید که زندگیتون چگونه قابل تنظیمه. خب من یه بایی مقدمه روانشناختی اینجا باید عرض بکنم. این مقدمه روانشناختی البته مقدمه است که ما امروزه با ترمینولوژی روانشناس هم بیان میکنیم. اونا با این ترمینولوژی بیان نمیکردن، ولی ما امروزه با این ترمینولوژی بیان میکنیم این مقدمه رو. و اون اینه که خواسته هایی که ما انسان ها در طول زندگیمون داریم، اینا رو به یک معنا میشه تقسیم کرد به دو قسم. یکی خواسته هایی داریم که وقتی به دنبال برآوردن اون خواسته ها رفتیم، به دنبال تحقق اون خواسته ها رفتیم و موفق هم شدیم که برآورده کنیم اون خواسته ها رو، محقق بکنیم اون خواسته ها رو، اون وقت سیر میشیم. عنایت میکنیم. مثلا خوردن. خب یکی از خواسته هایی که ما در زندگی داریم خواستن معطوف به خوردنه، درسته؟ اما شما بعد از این که غذا یا غذاهایی رو که دوست دارید برای مثلا نهار و فرض میکنم سر سفره نهار اصلا به شدت گرسنه اید و بنابراین به شدت خواسته معطوف به خوردن دارید، یا به تعبیر بهتر خواستن معطوف به خوردن دارید، حالا سر سفره دیگه بعد از یه مدت که غذا خوردید دیگه واقعا سیر میشید، دیگه نمیتونید. هرچه غذا رو متنوعش هم بکنن به لحاظ رنگ، به لحاظ مزه و به لحاظ بو و به لحاظ کیفیت آرایشش سر سفره، به هر کدوم از 4 تا لحاظ هر چقدر هم غذا رو برای شما متنوع بکنن، ولی بالاخره شما دیگه بعد از مدتی که غذا خوردید دیگه سیر میشید از غذا، بیمیل میشید به غذا. این سخن در باب خوراک صادقه، در باب نوشاک هم صادقه. وقتی که من نوشاکی هم بخوام بخورم، نوشابه هم بخوام بخورم، همین جوره، من خیلی هم تشنه ام، خیلی هم میخوام آب بخورم، ولی دیگه نمیتونم بیشتر از یه لیس آب بخورم. دیگه بعد از که یه لیس آب خورده هم خوابم همین جوره. خوابم آدم از سیر میشه. توجه میکنی؟ وقتی محقق شدم سیر میشه. غریزه جنسی هم همین جوره. وقتی محقق شد، برآورده شد، سیر میشه. البته این سیری در مورد همه این گونه نیازها در زمان واحدی انجام نمیگیره. توجه میکنید؟
بالاخره سیری از خوردن و سیری از آشامیدن و سیری از ارضاء غریزه جنسی و سیری از خواب و سیری از این امور، خب اینا در مدت زمانهای متفاوتی البته انجام میگیره، ولی بالاخره سیری داره دیگه. آدم نمیتونه بگه که دیدید مثلا گاهی وقت آدم دو روز رفته کوهپیمایی بعد پیش خودش میگه که من اگر برسم به خونمون 3 شبانه روز میخوام، و واقعا در اون لحظه فکر میکنه که من 3 شبانه روز میتونم بخوابم، ولی خب نمیتونی کارو بکنی. توجه میکنی؟ خب یه وقتی میخوابید یه از خوابم سیر میشید دیگه. توجه میکنی؟ اینه دیگه، آدم وقتی روزه میگیره میگه اگه این اذان امروز رو بگن، مگر اینکه عمرم کفاف نده، وگرنه اگه اذان مغرب امروز رو بگن من دیگه چیز خوردنی تو آشپزخونه باقی نمیگذارم. اما اینجوری نیست، شما نمیتونید بیشتر از 600 گرم غذا بخورید، حالا ولو روزه هم گرفته باشید و هر چقدر روزه هم طولانی باشه، بالاخره سیر میشه. اما آیا همه نیازهای ما اینجوری هست؟ اصلا و ابدا اینجوری نیست. بعضی از نیازهای ما هر چه ارضا میشن تشنگی آورترن، هر چه ارضا میشن گرسنگی آورترن. مثلا قدش خودم میگم که اگر این ستا کارمند پیش من کرنش بکنند دیگه من سیر میشم، اگه این ستا کارمند کرنش نکردن من قدرت طلبی در حد کرنش و تواضع و چاپلوسی و تملق ستا کارمند آفرون. اما اگه این ستا نیاز منو برآوردند، نیاز دارم که 10 تا کارمند من کرنش کنن، تواضع کنن، دستمو ببوسن، پامو ببوسن، بگن هر چی شما میفرمایید، شما خیلی بزرگید، خیلی فلانی. حالا اگه اون 10 تای بعدی نکردن، من در همون حد متوقف میمونم. فقط نیاز دارم به چند تا کرنش؟ به 10 تا کرنش که البته نیاز برآورده نشده است. اما اگه این 10 تا نیاز منو برآورده کردن، اون وقت احتیاج دارم که 100 تا آدم کرنشم کنن. دیگه تب و تاب ندارم. راجعون که هر چه کرنش بیشتر بکنی نسبت به من، چاپلوسی و تملق و قربان تو بروم، خاک پای تو هم و تو بزرگی و تو فلانی و بهمانی، من این نیازم شدت پیدا میکنه. قدرت نیازیست که هر چه ارضا بشه اثرش آدم بیشتر بشه، هر چه ارضا بشه گرسنگی آدم بیشتر میشه. انات میکنی؟ ثروت هم همینجوره، ثروت هم همینجوره. شما یه وقتی از پیش خودتون میگید که اصلا تو اوائل نوجوانیتون میگید که اگر من یه روزی بتونم ما 1,000,000 تومان درآمد داشته باشم که دیگه خیلی عالی. چقدر نیاز داری؟ 1,000,000 تومان. 1,000,000 که بهش رسیدید آتش پیدا میکنید بر ماهی 10,000,000 تومان درآمد. نگید که خب حالا میرم 10,000,000 تومان که ارضا شد دیگه دیگه وای میستم. اصلا به این خیال خام نباشید. اگه ما حقوقتون ماهی 10,000,000 تومان شد، فوری نیاز به ماهی 100,000,000 تومان ثروت در شما سر بر میاره. این مثل خوردن نیست که سیر بشید. اینجا هر چه برآورده میشه این نیاز، آتش شما بیشتر میشه. توجه میکنی؟ گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. باید یک اندازه رو بکنه، یا باید قانع بشه به همین مقداری که داره، یا اگه قانع نشود میره دنبال بیشترش. بیشتری که به دست آورد بیشتر میخواد، و بیشتری که به دست آورد بازم بیشتر میخواد. فقط وقتی پر میشه که دیگه با خاک قبر ملاقات پیدا کنه. انعکاس میکنید. یکی از بزرگترین چیزهایی که اپیکور به ما میگفت، ابوالعلاء معروف به ما میگفت، میگفت آقا فکر نکنید همه خواسته هاتون مثل خوردن و آشامیدن و امثال ذالک ها. این فکرشو نکن که بگید خب میرم ارضایش میکنم بعد آرام میگیرم و شروع میکنم به شعر خوندن و رمان خوندن و خدمت به خلق الله و از این حرفا. اصلا و ابدا اینجوری نیست. اینو اگر دنبالش رفتید حد یقف نداره، حد یقف نداره. درست آب شوره، اینا آب شورن به تعبیر اپیکور. آب شور رو هر چه بخورید بر تشنگیتون افزوده خواهد شد. آب شور تشنگی رو کاهش نمیده. توجه میکنید؟ بنابراین یکی از خطاهایی که اپیکور به ما تذکر میداد این نکته بود که شما همه چیز را الگوش رو خوردن و آشامیدن و خواب و غریزه جنسی نگیرید. اینا چیزایی که وقتی ارضا میشن تو آرام میگیری، اما بقیه خواسته ها اینجوری نیستن دیگه. ثروت اینجوری نیست، قدرت اینجوری نیست، جاه و مقام اینجوری نیست، شهرت اینجوری نیست، محبوبیت اینجوری نیست. توجه بکنید، محبوبیت هم اینجوری نیست.
حیثیت اجتماعی اینجوری نیست، علم هم اینجوری نیست. علم هم اینجوری نیست. علم هم از اونه است که هر چی تو داناتر میشی باز آتشت برای دانستن چیز جدید بیشتر میشه و باز بیشتر و باز بیشتر و باز بیشتر و باز بیشتر. نت میکنید این یک هفتگیج. خب حالا چون من میخوام مفصل وارد بحثش نشم، فقط میخوام این عرض بکنم که این نکته ایست که اپیکور به ما یاد داد، ابوالعلای مرزی به ما یاد داد، که شما باید اینو به حواستون باشه. خب اگر این نکته رو بهش توجه بکنید، خب ما برای این که تشدید بشه لذت هر آنتون، اینو دقت بکنید، اینجاست که خیلی نکته خطرناکی. شما از این سخن من تا الان قبل از که چیزی اضافه کنم چی میخواید چی بگیرید؟ میگه که خب اپیکور گفته که پس اگه میخواید لذت متراکم داشته باشید، برید به دنبال اونایی که وقتی برآورده میشند سیر میشید. ولی درست عکسه این میگه، میگه پس اگه میخواید لذت متراکم بشه، باید برید به دنبال اونایی که هر چقدر ارضا میشید بازم میخواید از اون. باج میکنی؟ بعد دنبال اون برید. خب تا الان وقت چه نتیجه گرفتیم؟ تا الان نتیجه که گرفتیم اینه که پس در واقع میگه اگه لذت متراکم میخواید، خوردن این وعده رو وفا نمیکنه. چون خوردن بعد از مدتی سیر میشه. لذتتون متراکم نمیشه، بلکه لذتتون از خوردن هی چی میشه دیگه؟ کم میشه دیگه. شما لقمه اول که سر سفره نشستید لذت بیشتر میخواید، یا لقمه هفتم؟ مسلما لقمه اول و لقمه هفتم لذتش خیلی بیشتر لذت لقمه 15 همه و لقمه 15 هم لذتش بیشتر از لقمه 40 همه. حالا دیگه نمیدونم دیگه اشتباه می به کجا سرباز میکن. اینه دیگه. پس اونایی که دنبال لذتند باید دنبال لذتهایی برن که سیری ناپذیره، تا هی متراکم بشه لذت جوی. خب اما بحث بر سر اینه که این لذتهایی که اینجا جوریند خودشون به دو دسته تقسیم میشن. کدوم لذت‌ها؟ لذت‌هایی که آتش ما رو افزایش میدن، گرسنگی ما رو اتفاقا افزایش میدن، وقتی ارضا میشن افزایش میدن، اینا باز در درون خودشون به دو دسته تقسیم میشن. یک دسته کسانی اون لذت‌هایی هستن که از این لحاظ که آتش شما رو و گرسنگی شما رو افزایش میدن جالبن، ولی هزار مشکل دیگه ایجاد میکنن درستون، مثل قدرت، مثل ثروت، مثل جاه و مقام، مثل حیثیت اجتماعی، مثل شهرت، مثل محبوبیت. اینا چنانن که خوب از این لحاظ وضعشون، یعنی از کدوم لحاظ؟ از این لحاظ که سیراب نمیشید ازشون و بنابراین لذت هاتون که از اونا عائد میکنی دائم رو هم چی میشه در واقع؟ تلمبار میشه، انباش میشه. از این لحاظ خوبن، ولی خب هزار مشکل دیگه اینا بر شما ایجاد میکنن. پس اینا با این که شرط اول رو برآورده میکنن، دنبال اینا باز اگه رفتی مشکل پیدا میکنی. چه میکنید؟ باید برید دنبال اونایی تو این دسته که در عین این که سیری ناپذیرن اون مشکلات دیگه هم ایجاد نمیکنن. و اینجاست که اپیکور میگه حقیقت اینجوریه، حقیقت طلبی اینجوریه. چه میکنیم؟ خیر طلبی اینجوریه، عدالت طلبی اینجوریه، علم طلبی اینجوریه که سیراب نمیشید ازشون و بنابراین لذتاتون دائم داره متراکم میشه. در این حال اون مشکلاتی هم که در ثروت و قدرت و جاه و مقام و حیثیت اجتماعی و شهرت و محبوبیت و اینها وجود داشت، اینها نیست، این مشکلات ایجاد نمیکنه. توجه میکنید؟ حالا دیگه من فرصت تحلیل اپیکور رو ندارم در اینجا. واقعا داستان شگفتی از زندگی ما تصویر میکنه اپیکور، برای اینکه نشون بده که چقدر اگر به همین نکته ساده توجه میکردیم، زندگی های ما لذت های متلاکم و انباشته بر هم میداشت. این نکته اول. پس نکته اول میشه به این صورت گفت که به دنبال سیری ناپذیرها بروید، نه سیری پذیرها.
اما در این حال در میان سیری ناپذیرها دو دسته از هم تفکیک کنید. سیری ناپذیرهایی مثل ثروت و قدرت و جاه و مقام و حیثیت اجتماعی و شهرت و محبوبیت که چون سیری ناپذیرن جالبن از این لحاظ، ولی مشکلات دیگر که برنامه خواهم گفت اونا رو ایجاد میکنن. بریم به دنبال حقیقت طلبی، بریم به دنبال خیرجویی، برید به دنبال جمال طلبی، جمال یعنی خاص خودش، برید به دنبال اون چیزی که ازش تعبیر میکنیم به عدالت طلبی. اینا اونجوری هست، هر چقدر عدالت طلبیتون بیشتر ارضا میشه باز عدالت طلب تر میشه. نمیدونم هیچون من دوستان هیچ وقت اهل سیر و سلوک بگم روحانی معنوی بودن یا نه. اگه اهل سیر سلوک روحانی و معنوی بوده باشید، حالا برای بعدا هم دست برداشته باشید، این نکته شما خواهم ببینم یادتون میاد یادتون نمیاد، که آدم وقتی در سیر سلوک روحانی و معنوی هست، حالا به گفته مثلا فرهنگ ما مثلا سیر سلوک عرفانی بگی، بگی سیر سلوک صوفیانه چی میخواید بگی، هر چقدر پاکتر میشید عشقتون به پاکتر شدن بیشتر میشه. هرگز سیر نمیشید از این پاکتر شدن. مثلا وقتی خودتو قیاس میکنید با 2 سال پیشتون، با 3 سال پیشتون، با 5 سال پیشتون، ببینید اصلا من خیلی آدم متفاوتی شدم. البته اوج برامو نبود بکیره، ولی میبینه که آدم متفاوتی شد. گفت که من، یک کسی نقل کرده بود، گفته بود که من واقعا متکبرترین، متبخترترین، متفرعنترین، از دماغ فیل افتاده ترین آدم روزگار بود. حد نداشت تکبر و تفرعون و تبختر من، ولی الحمدلله یک خدا من یک رو کرد و الان الحمدلله متواضع ترین، فروتن ترین، ناجور کنید، خاکسار ترین انسان روی زمین. هر چی نگاه میکنم اینم از من متواضع تر کسی نیست. اینجوری نه، ناجور کنید. ولی به هر حال اینه که وقتی شما توی سیر و سلوک اخلاقی دارید گام میزنید، میبینید که با 2 سال پیش خیلی فرق کرده اید، خیلی بهتر میبینید. 2 سال پیش آتشتون برای باز هم بهتر شدن 10 برابر 2 سال پیش. میدونید 2 سال پیش میگفتید اگر روزی من بتونم یه شبانه روز بگذره و دروغ نگم، یه کلاه میدازم بالای ابرا. حالا به خود میاد ببینید که 2 ساله اصلا دروغ نمیگید، ولی به حد اصلا کلاهتون بالای ابرا نمیدازید. میگید که اگه بشه که من حرف نادقیقم نزنم، راجع میکنید تمرین میکنید، بعد مدت دروغ که نمیگید چه حرف نادقیقم نمیزنید، بعد از این مدتی میگید که نه بازم انگار آدم حرف مبهمم نباید بزنه. خب حرف مبهم نمیزنید. بعد از این مدت میگه اصلا آدم باید کم حرف بزنه اصلا میره. خب بعد این مدتی میرسید به اینجا کم حرف میشید، بعد یواش یواش میگید جز به مقدار ضرورت اصلا نباید حرف زد. خب برید اونجا. بعد از اینکه به اونجا میرسید یه وقتی میگید که اصلا در وقت ضرورت هم وقتی میشه با نوشته آدم یه چیزی به دیگری بگه چرا حرف بزنه، چون امکان خطا تو نوشته کمتر. وقتی یواش میرید توی سکوت میشید تراپیست در واقع. ولی باور کنید آدمی که تراپیسته در عین اینکه اصلا دنیاش قابل قیاس نیست با آدمای عادی، ولی باور کنید آتشش به این که از تراپیزم بره بالاتر بیشتره و بیشتره و بیشتره، و این لذتش داره دائما متراکم متراکم و متراکم میشه. خب اینو که اول. نکته دومی که وجود داره اینه که شما هر چه خواسته هاتون از حد مادیات اوج میگیره تراکم لذتتون بیشتر میشه. این نکته بود که بودا همش تاکید میکرد. شوپنهاور هم در اواخر قرن 19 در آلمان در این نکته تاکید میکرد دیگه، که شما هر چقدر خواسته هاتون از حد امور مادی میره بالاتر، اون وقت لذتتون متراکم تر میشه. چرا؟ چون همونطور که بودا نشون داده بود و همونطور که من اپیکور میگم و همونطور که شوپنهاور هم الان میگه، مادیات آدم رو بین زیگزاگ درد و رنج و ملال میکشونن. مادیات ویژگیشون اینه
که تا ندارید از نداشتنشون درد و رنج میبرید. وقتی که دارید یه چند سباهی خوشحالی که دارید نداشتید در واقع درست میکنید. و بنابراین آدم همیشه بین درد و رنج و ملال داره سیر میکنه. یه شعری یه خانمی گفته و شعر طنز داد خیلی جالب، حالا من که یادم نمیمونه اصلا حافظم ضعیفه، ولی محتوای یکی از ابیاتش این بود، گفت که اون کسی که به من گفت که فلانی نمیدونم گیتی کی، اون کسی که خلاصه من گفت گیتی، به خاطر یک تار مو دنیا رو با آتش میکشم، دیشب همون تار مو رو تو آب گوش دید میخواست خودم رو با آتش میکشم. اینجوریه دیگه. واقعا اون وقت که میگفت به خاطر یه تارمود دنیا رو با آتش میکشم درد و رنج داشت گیتی خانم، توجه میکنین؟ الان ملال داشتن تو داره، اینه که ته بهانه میگه یه جوری با آتشت بکشی، حالا بهانه پیدا شده، اون نخمون تو آبگوش پیدا شده. این دنیا اینجوری واقعا یه همچی وضعی وجوده، مگر اینکه اون که گیتی خانم شما رو دوست داره اون دوست داشتنش دوست داشتن یه امر مادی نباشه، یعنی به تو به چشم یک آبجکت نگاه نکنه، چشم یک شی نگاه نکنه. اگه به چشم شی نگاه نکنه دوست داشتنش میتونه جنبه غیر مادی داشته باشه، وقت ملال پدید نمیاد. ولی بالاخره اینجوریه دیگه، آدم نسبت به همه چیزها در چیزهای مادی بین این زیگزاگی که گفتم، زیگزاگ درد و رنج از نداشتن و درد و رنج از داشتن یعنی ملال، بین این حرکت میکنه. اینجا تراکم پدید نمیاد، درسته؟ تراکم پدید نمیاد دیگه، یعنی نمیشه بگید که شما همسرتون، حالا اگه مرد زن، اگه زنید مرد، همسرتون سال اول لذتی که از مصاحبت با همسرتون میبردید سال دوم اون لذت داره بیشتر هم میشه و سال سوم که دیگه بیشتر هم داره میشه و همینطور نمیشه، مگر اینکه واقعا گفتم نگاه شما به همسرتون نگاه یک عرض کنم که به یک آبجکت نباشه، وگرنه اینکه بری یه جنبه یه متعالی پیدا کنه. مادی در اینجا به معنی در مقابل متعالیه ها، معنی در مقابل مجرد نیست، نمیگم یعنی یه عالمی هست برای عالم مادیات که نه، یعنی دیدگاهتون ترانسندنتال باشه به اون موجودی که حالا عرض میکنم. مثلا یک نمونه شو برشون میگم، از همین اپیکوری که اول عرضم امروز گفتم اپیکور تاریخی خیلی با اون اپیکوری که ما تصور میکنی فرق میکنه. نمونه برشون بگم، همین اپیکوری که در واقع پدر لذت گراییه در نامه به یک از شاگردانش داره واقعی مهم زندگیشو نقل میکنه، میگه که فلانی نمیدونم اسمش یادم رفته، به یک از شاگردانش، نبودی امروز صبح سه دانه انجیر تازه خوردم، میدونی؟ سه دانه انجیر تازه خوردم. این برای اینکه لذت ببره نیاز نداره که یک عرض کنم که دام دوم داد فریاد موسیقی اونجوری، مشروب الکلی اونجوری بزنی برقصی صدا گوشاتون کر بشه، بعد ساعت سه بعد از شب که آرام میگیرید همه تون میدونید گوشاتون توش داری صدا میکنه، چشماتون میسوزه. ببینید یه به سه دانه انجیر به یه چشم ترانسندنتال نگاه میکنه. ببینید چه عرض میکنم، یعنی شما میتونید از سه دانه انجیر خوردن اونقدر لذت ببرید که تو نامه به شاگردتون بگید که خب نبودی امروز صبح سه دانه انجیر، این تو نامه اپیکور هست دیگه یاد شاگرد، خب ایتونه، یعنی میشه به سه دانه انجیر یک نگاه ترانسندنتال داشت، فقط به این نگاه
نکرد که حالا باز اضافه میکنم راجع به این، به این نگاه نکرد که یه چیزی که باید یه چند دقیقه بین دو تا دندونای من دو ردیف دندونای من عرض کنم که له بشه و بعدم قورت داده بشه. نه، واقعا باش عشق بازی میکنه وقتی این سه تا دانه انجیر رو میخوره. خب اینم یه نکته است. اینم باز در واقع در اپیکور هست و در متفکرانی که اسمش رو بردن. نکته سوم بحث آهستگیه. اگر میخواید لذت ها تراکم پیدا کنند، باید زندگیتون سلو موشن بشه، آهسته بشه. اون چیزی که مانع لذت بردن ما از همه چیزایی است که میتونن منبع لذت بردن ما بشند، اینه که ما با عجله باشون مواجه میشیم. انتظار میکنید اینو شما تمرین کنید، البته اگه بتونید تمرین بکنید، شما یه غذایی که معمولا هیچ وقت این غذا رو ترجیح نمیدید، توجه میکنید؟ مثلا فرض کنید که یه روز آبدو خیار رو که ترجیحش نمیدید هیچ وقت، اینو یک روز به جای اینکه ناهارتون رو 10 دقیقه بخورید، سرب بخورید آبدو خیار، آهسته آهسته بجوید، آهسته آهسته لحظه لحظه لمس بکنید آبدو خیار رو، میبینید هیچ غذای خوشمزه تر از آبدو خیار نیست. این تبلیغ آبدو خیار نیست، نه، اگه همین کار رو با چلو توان بکنید همین جوره، انجام کنید. با هر خوراکی این کار رو بکنید، میبینید خوشمزه ترین خوراکی تو اون رو خوردید همینه. این نه به دلیل خاصیت شیمیایی است که تو چلو کباب هست تو آبدو خیار نیست، یا تو آبدو خیار هست تو چلو کباب نیست، نه، بخاطر اینکه با طمأنینه خورده. هر که آرام زندگی میکنه لذت میبره، هر که آرام سخن میگه از سخن گفتن لذت میبره، توجه میکنی؟ هر که آرام حرکت میکنه از حرکت کردنش لذت میبره. زندگی همیشه در یک نوع سکون یا چیزی نزدیک به سکون آرامش لذت خودش نشون میده. به تعبیر دیگری این مثال نمیدونم مال یکی از رواقیونه. ببینید، دیدید که اگر یک مثلا تکنان چرب باشه، مثلا تو ساختنش روغن به کار برده باشن، اینو وقتی توی یخچال میگذارید اصلا چربیش ممکن پیدا نباشه، ولی بذارید تو آفتاب، بعد از این مدت تو آفتاب روش میتابه، یواش یواش این ذرات چربی اومد بالا، کم کم انگار مرطوب شد، این چرب شد، به خاطر اینکه خوشی بهش تابیده. فکر کنم مال اپیکتتوس رواقیه. میگه اگر زندگیتون رو مثل این تکنان بدونید و خورشید آهستگی رو برش بتابونید، وقت یواش یواش ببینید ازش روغن لذت زد بالا. ترجمه کنید، ما نمیتونیم لذت ببریم چون با همه چیز با عجله مواجه میشیم. نت میکنید عجله داریم و چون عجله داریم از هیچ چیز لذت نمیبریم. من به فواید دیگر لذت کار ندارم، که ببخشید فواید دیگر آهستگی، این که آهستگی در فهم ما چقدر مؤثره به اون کار ندارم، آهستگی چقدر به اخلاقی تر شدن ما کمک میکنه من اونو کار ندارم، فقط دارم بود زیبایی شناختی شو بلن میگم، چون لذت به بود زیبایی شناختی زندگی مربوط میشه. هر چه شما آهسته تر غذا میخورید، لذتی بیشتر از غذا میبرید، درست میکنید؟ و هر چیزی این آهستگیه که انگار داره میزان لذت آوری اون شی افزایش پیدا میکنه. حتما شما در زندگیتون این تجربه دارید، در همان خواسته هاتون، که هر وقت با یه چیزی با عجله مواجه میشید اصلا ازش لذت نمیبرید، ولی وقتی با عجله مواجه نمیشید، جورابتون که دارید پاتون میکنید، جوراب پات کردنتون یه کار لذت بخش براتون میشه. تجربه بکنید و حتما تجربه دارید، ممکن در درجات مختلف تجربه داشته باشید. شما چه کاری ازش لذت نمیبرید؟ اینو با طمأنینه انجام بدید، میبینید یواش یواش لذت آور شد این کار. از اون طرف چه کاری بیشتر از همه دوست دارید و خوشتون دوست دارید، مثلا خوشتون میاد، اینو با عجله انجام بدید، ببینید به کامتون ننشست. نگاه می‌کنید،
میلان کندرا نویسنده پست مدرن روزگار ما یک رمان کوچکی داره به نام آهستگی. من دوستان خوندن نخوندن. رمان خیلی کوچکیه. در اون رمان در واقع که ناولته، رمان کوتاهه، در اون رمان تمام حرفش بر سر اینه که چون عجله میکنیم کل زندگی خودمون رو چیکار کردیم؟ بی لذت کردیم. چون عجله داریم میکنیم. نفهم میکنی؟ شما یک روز مسیر رو که میتونید میخواید برید با در حالت عادی با 3 ساعت میرید، یه روز با 1 ساعت و نیم بدید رانندگیتون رو سرعتشو دوبل بکنید. راجعه میکنید؟ یه روز هم سرعتتون رو اتفاقا نصف بکنید. به جای اینکه عرض کنم که 3 ساعت برید 6 ساعته برید، وقت ببینید میزان لذتی که شما میبرید چجوریه، چه فرق میکنه. این آهستگی که اینقدر به عبارات مختلف فرزانگان میگفتن از پیامبر اسلامی جمله نقل شده. من گفتم من نمیدونم که مال پیامبر اسلام هست یا نه، ولی بهشون نسبت داده میشن، نسبت داده میشه که گفتن که الطمأنینه من الرحمن والعجلة من الشیطان. آرامش، آهستگی یه امر خداییه و شتاب زدگی یه امر شیطانیه. این در واقع یک تعبیری از همون نکته ایست که میگفتم. منطقه من فقط هم از بود شیش میگم، از بود زیبایی شناختیش میگم. این که اخلاق ما هم چقدر متفاوت میشه وقتی زندگیمون رو آهنگش رو کند میکنیم، اون داستان دیگه بیارم. من فعلا دارم بود زیبایی شناختیش رو بحثم، بحث لذت، لذت بردن از زندگی. حالا میفهمیم که اپیکور چرا از سه تا دونه انجیر قلل لذت میبره. شما سه تا دونه انجیر اینجوری بخورید، مزه مزه بکنید، خوبی میخواید برای این مائده های زمینی آندرژی حجم کنید. اونجا که داره به ناتانائیل میگه ناتانائیل وقتی با دندونت یک هلو رو فشار میدی یا یه زردالو رو فشار میدی، فشار بده و تمام ذره ذرهش رو جذبت بکن، بعد لاشش رو ببل. حجم کنید، ما لاشش رو میبلیم تو معده دیگه نمیدونیم چی میشه دیگه، خبر نداریم دیگه. شما دقت کرده اید؟ اما شما یه روز یه هلو رو با این حالتی که آندرژید به ناتانائیل میگه بخوری، ببینید چقدر لذت میبرید از این، چون آهستگی در واقع این کار رو بر شما میکنه. به تعبیر دیگری یا مثل شما دیده اید که فیلم رو اگر از سرعتش از یه حدی بیشتر کنند، نه فقط مضحک به نظر آدم میاد، بلکه آدم دیگه هیچ لذتی ازش نمیبره. ما در واقع زندگیمونو اگر من خدا الان داره زندگی بزنه که من شما نگاه میکنه، میبینه خیلی سرعتش بیشتر از سرعت طبیعیه. توجه میکنید؟ خودمون که اصلا احساس نمیکنیم دیگه. و بعد به نظر من خدا اگه وجود داشته باشه به زبان حال داره به ما میگه که اینو کندش بکنید، یه چهارمش بکنید، یه پنجمش بکنید، هم خودتون لذت میبرید، هم دیگران از زندگیتون لذت میبرن. شما هیچ وقت دقت کرده ای که فرزانگان تو کتاب ها، هر جا تو داستان ها، قصه های تاریخی، واقعیت های تاریخی، هر جا نقل میشه یه ملاقات با یه فرزانه رو، وقت میگن چجوری نقل گزارش ازش میکنن؟ میگن آرام نشست، به آرامی نگاهش رو بلند کرد. راجعه میکنی؟ این اون فرزانه فیلم بازی نمیکنه، اون میخواد زندگی رو هیچیش رو از دست نده، و چون میخواد هیچی از زندگی رو از دست نده، با همه چیز با یک آرامشی، با یک آهستگی مواجه میشه. این آهستگی لذت رو تلمبار میکنه، یعنی لذت ما رو دم به دم افزایش میده. اون چیزی که اگر با غیر آهستگی باش مواجه میشدیم لذت نمیبردیم سهله، اون که هیچ. اگر لذتی هم میبردیم از لذت بار قبلمون کمتر بود. این اگه با آرامش باش مواجه بشید، روز به روز خدمت رو عرض کنم که میبینید و شما مزه های جدید کشف میکنید، مزه میکنید، رنگ های زیبای جدید کشف میکنید. فیزیک هم فیزیکه ها، یعنی عالم طبیعت زیباتر به نظر میان، رنگتر به نظر میان و هر چیز دیگر. اینه که اپیکور در واقع تو باغ خودش، در اون باغ معروف اپیکور که امیدوارم دوستان علاقه شون برانگیخته بشه و بخونن در داستان، در کتاب های تاریخ فلسفه، در اونجا هر وقتی کسی رو میدید داره میدوه، میگفت که کجا؟
کجا داری میدوی؟ آهسته آهسته راه برو تا هم به آنجا برسی هم به اینجا برسی. کجا میکنی؟ وقت شما تون میدید نه به آنجا میرسی نه به اینجا میرسی، هر طور از دست میدید. آدم وقتی آهسته آهسته راه میره هم به مقصدش میرسه هم مبدأش رو ترک نکرده، انگار از هر دو لذت میبره، هم لذت رسیدن به مقصد هم لذت ماندن در مبدأ خودش، در ایستگاه خودش، موقف خودش. این هم خدمت عرض کنم که نکته 4 نکته 3 نکته 4 چیزی که ازش تعبیر میکنیم که هر کسی از زندان خودش باید بیاد بیرون. به نظر اپیکور، به نظر ابوالعلاء معری، ما مشکلمون اینه که زندانیم. تو زندان هر چیزی بر شما بیارن بالاخره لذت نمیبرید، بالاخره زندانه دیگه. حالا بهترین قضا هم که از بیرون زندان براتون بیارن یا در درون زندان براتون بیارن، عرض کنم که لذتش نمیبرید چون در زندانید. خب حالا اگر زندانبانتون خودتون باشید، خب دیگه در طول عمرتون لذت نمیبرید، چون آدم از دست هر زندانبانی میتونه به گریزه، بالاخره یه جوری یا قانونا یا غیر قانونی نعوذ بالله، ولی به هر حال از زندان خودش که نمیتونه به گریزه. سعدی میگفت اگر ز دست قضا بر فلک رود بد خوی، ز دست خوی بد خیش در بلا باشد. من از همه میتونم به گریزم، ولی خب از خودم که نمیتونم به گریزم. اپیکور میگفت که تو زندانی خودتی، خودت زندان کردی، هر قضای تو زندان برات میان به دهنت مزه نمیکن. خب یعنی چه من زندانی خودم هستم؟ اینو با ترمینولوژی مید، من بشونم هربرت مید، فیلسوف و روانشناس امریکایی، روانشناس اجتماعی معروف امریکایی در نیمه اول قرن 20. ببینید مید در اون کتاب خیلی عالی و جالبش که در باب سلف و سوسایتی، در باب خود و جامعه است، اونجا بدون اینکه وارد بحث تفصیلیش بشن همه بحثشون دارن کنار، فقط یک نکتهش که به دردم میخوره برای بحث فکر میگم. ببینید شما تصویری از خودتون در اذهان دیگران ایجاد کرده اید، توجه میکنید؟ این تصویری که از خودتون در اذهان دیگران ایجاد کرده اید زندانبانیست که خودتون رو زندان کرده. لطف میکنید؟ یعنی در واقع میدونید چرا من لذت نمیبرم و لذتم از زندگی کم، بسیار کمتر از اونیست که میتونم ببرم؟ به خاطر اینکه یه تصویری از خودم در اذهان شما ایجاد کردم. لطف میکنید؟ بعد این خود واقعی من، اگه من حسنم، حسن واقعی، اگه زهرا هم زهرای واقعی، زهره واقعی، هر که اون میخواد لذت ببره، اما فکر میکنه که خب من اگه لذت ببرم تصویری که از من حسن تو اذهان دیگران هست، این تصویر مخدوش میشه. میگه خب برای اینکه این تصویر مخدوش نشه از این لذت صرف نظر میکنم. انات میکنی؟ این چیزیست که مثال خیلی ساده برای شما بزنم، مثال میزنم، من اینجا نشستم یه مثلا پروانه یا حتی شاعرانش هم نکنم، یه مگس اینجا میره، دلم میخواد بپرم عقبش بزنم ببینم بالاخره من میتونم مگس رو بگیرم یا نه. راجع میکنی؟ من از این لذت میبرم، لذت میبرم، ولی میگم خب اگه فردا اینجا اونجا بنشینم بگن ملک جان داشت تو فلان اتاق دنبال مگس میدوید، که این که خیلی وقت خرابه، وقت میگم که ملکیان مثلا خفه شو، این چه خواسته تو داری؟ یعنی تصویر خودت در اذهان دیگران. خب ملکیان واقعی، بگید اون کودک درون من، هر چی میخواد ازش تعبیر بکنید، بالاخره یه موجود واقعی خیلی دوست داشتنی وجود داره، اون میخواست لذت ببره
اما یک تصویری در اذهان دیگران داشت، اون تصویره گفت حق نداری. یعنی تصویر حسن به حسن میگه که من حق به تو دارم، من حق به تو دارم. هر وقت تصویر شما حق به تو بر خود شما پیدا کرد و نگذاشت دنبال اون چیزی بدید که ارضا میشید، اون وقت لذت زندگیتون رو دائم دارید کم میکنید، نه فقط افزایش نمیدید، با دائما دارید کم میکنید. و خب شما من و شما کم ندیدیم از این، از این نوع مواردی که یه خود واقعی ما، کودک درون ما، اون چیزی که تعابیر مختلف ازش در فلسفه روان شناسی میشه، این جوه یک لذته. ولی خب اون زندانبانه، زندانبانه اون تصویری است که از من در اذهان شما هست، اون میگه که من حق به تو دارم. به تعبیر دیگری این زندانبان که تصویر چیزی که از من در اذهان شما هست، هر لذت رو میخوام ببرم میگه اول بیا اینجا ما چک بکنیم، وقت من وارد ببرم پیشش چک میکنه میگه که نه این لذت نه، بعدی چک میکنه میگه خب بد نیست مثلا، ولی به شرط اینکه اینجوری انجام بگیره. اون بعدی رو میگه که نه این اصلا خوبه بد نیست. گاهی وقتا اصلا میگه لذت نمیبری ولی باید این کارو بکنی، مثل وقتی که باور کنید خودتون قبول دارید که این لباسی که امسال مد شده خیلی لباس مزخرفی، ولی خب کلاس داره آدم این لباس رو بپوشه. توجه می‌کنی؟ ما هی تو ذهنتون میگه لعنت کنه خدا پدر اون کسی که تو پاریس نشسته بود و امسال این لباس زنونه رو مد کرد یا این لباس مردونه رو مد کرد. اما خب خودتون پوشیده اید اینا، ولی خودتون پوشیده اید دیگه، خودتون پوشیده اید. نه فقط پوشیده اید، اگه توی جلسه نزاع شد بر سر اینکه این مد خوبه یا بده، از اون مدافعان غیور این میشید که این خیلی لباس خوبیه، اصلا بهتر از این نمیشه لباس طراحی کرد. توجه میکنید؟ اما خودتون میگید کاش مهمونی تموم شد، من رفتم تو خونه این اچ پی وی رو از بدنم جدا میکردم. خب یعنی چه؟ یعنی تصویری که از خودتون دارید زندان کرده خود شما، نمیذاره لذت ببرید. اپیکور میگفت که تو باغ من هیچ کسی زندانی نیست، هیچ کسی زندانی نیست، نه من زندانیم نه هیچ کسی دیگری. کسانی که یه زندانی با خودشون آوردن نیان تو، توجه میکنی؟ نیان تو. یعنی هر که حیثیت اجتماعیشو با خودش میخواد بیاره این نیان اینجا، اینجا چون باغ، باغ لذت. اپیکور میگفت باغ من باغ لذت، یه باغ درست کرده بود، شاگردان و اطرافیانش تو این باغ بود، باغ لذت. این هم یک نکته است که ما اینو بهش توجه نمی کنیم. اون وقت دائما شما میبینید تمام این، عرض کنم که من یه بار گفتم شاید بچه‌ها سر این کلاس گفتم، من وقت دانشجو بودم در زمان شاه در دوره لیسانس، یه دوستی داشتم که این یک سال با من هم اتاقی بود. این هر روز صبح، این اون زمانی کتابی بود، حالا نیست از نسل من کسی اینجا نیست، هربرت مارکوزه کتابی داشت که خیلی این کتاب معروف بود در اون زمان. آدم روشن فکر باید این کتاب خونده باشه بالاخره. عنایت میکنید؟ ایشون هر روز صبح تو این یک سالی که ما باشم اتاق بودم، صبح اینو میذاشت زیر بغلش میرفت دانشکده، شب من میذاشت تاقچه اتاق، بعد صبح هم باز زیر بغلش. توجه میکنید؟ چرا؟ چون انسان تک ساحتی هربرت مارکوزه را آدم باید خونده باشه دیگه. من فکر میکنم تو دلش میگه خدا لعنتت کنه مارکوز، این چی بوده که نوشته ای؟ ولی خب بالاخره نمیشه دیگه، اینو من حتما بدم زیر بغلم همه ببینن که انسان تک ساحتی، ترجمه ای عرض میکنم که مؤیدی شیرازی بده دیگه. ولی این خب چه کاری تو میکنی آخه؟ ما اینجوریه که بلقوگی لذتی رو که زندگی در اختیار ما گذاشته به فعلیتش نمیتونیم برسونیم. یعنی زندگی پتانسیل لذت بخشش خیلی بیشتر از این نیست که ما الان میبریم، ولی خب به خاطر اینکه اون حیثیت اجتماعی، من هیچ بعید نمیبینم، هیچ بعید نمیبینم که کسانی باشن که از یک خواننده مثلا از آوازش خوششون نیاد، از یک خواننده معروف، ولی تمام کنسرتاشو برن شرکت کنن، کنسرت 200 هزار تومانیش هم برن پول بدن، از 500 هزار تومان اگه باشه حتما پول میدن، بعدم به رفقاش میگن تو نیومده بودی، خب خیلی فرصت استثنایی از دست رفت دیگه. توجه میکنی؟ بعد سی دی هاش هم میخرن، هدیه هم که میخوان ببرن سی های او رو هدیه میکنن، ولی وقتی که تو خلوت خودشونن یه نوار کهنه از آقاسی پیدا کردن بود. من هیچ بعید نمی‌بینم که این
حتی تو ماها که زیر این صفحه نشسته باشی. اما اگه یکی بگه که آقاسی تو میشناسی، بگه آقاسی نه نمیشناسم، اصلا نمیشناسم آقاسی کیه. ما از حد عرض کنم که آقای استاد فلان، استاد فلان، استاد فلان، من اینا رو گوش میدم، من نمیدونم عجب میکنی. اما بابا جان اگه از آقاسی لذت میبری برو ببر، کاری نداشته باش که چهره ای تو و تصویر تو کجا درست میشه و کجا نادرست میشه. من شکی ندارم که تو تمام اینایی که من میگم شما خود تو حقون تو زندگی نمونه هایش رو دارید، حالا ممکن اینش رو نداشته باشید ولی اون یکش رو دارید در واقع. توجه میکنید؟ خب اینم یک چیزیست که ما هست دونه. ما زندانی خودمون شده و چون زندانی خودمون شده خب نمیتونیم لذت ببریم از زندگی، انات میکنید؟ ولی وقتی که شبه و دیگه کسی نمیاد و میدونه که همسرش هم خوابش برده و اینا، میگه یواش یه موسیقی روشن میکنه. کدوم موسیقی؟ موسیقی که یه زمان یه کسی نالیده جایی، توجه میکنی؟ اما خب لذت نداره. و به همین ترتیب در تمام موارد واقعا اینجوریه، در تمام موارد اینجوریه. خب اپیکور میگفت زندانیان وارد این زندان این واقعا نشن دیگه، یعنی تو باید همون کودک درونه فقط بیا تو اون قفس که اون تصویر از اون کودک درون بر اون کودک درون درست کرده، اینو پشت دیوارهای باغ باید بندازی. این ترمینولوژی یعنی تصویر خود زندانبان خود شدن، این ترمش ترمیس از هربرت میل گرفتن. اپیکور در واقع اینو میگه، میگه کسانی که حیثیت اجتماعیشون بر آرامش فردیشون رجحان داره، با دلشون با یه چیز آرام میگیره اما حیثیت اجتماعیشون به یه طرف دیگری میرانتشون، سوقشون میده به طرف دیگری. این هم یک نکته. و اما نکته آخری که میخواستم عرض بکنم اینه که میدونید چرا ما لذاتمون بر هم تراکم پیدا نمیکنه؟ یک علتش اینه که گاهی وقتا من چیزی که لذت بهم میده رو فقط به لذتی که بهم میده نگاه میکنم، ولی به المهایی هم که بهم میرسونه به اونا توجه نمیکنم. خیره میشم فقط در اون بعد لذت بخشیش و نمیتونم بعد الم انگیزیش رو هم ببینم، نمیتونم ببینم. اون وقت از بعد از اینکه اون لذت رو میبرم، آهسته آهسته جنبه های علم انگیز اون ظاهر میشه تو زندگی. اینت میکنم بالاخره بعد از هر مستی خماری هست و بعد از خمارش هم سردرد دارید دیگه شما. راجع میکنید آذان الله منها، ولی به هر از کلش البته. ولی ببینید اون کسی که مشروب الکلی رو مینوشه، اون واقعا درست تشخیص داده که لذت داره مشروب الکلی نوشیدن. البته من نمیگم، قرآن گفته که از کنم که فیه منافع اول الناس، یه منافعی هم داره مشروبات الکلی. اما خب اسم هما اکبر من نفع هما، گناهش بیشتر از نفعشه. بخیر من دارم از اونجا نقل قول میکنم که حتما منافعی داره، وگرنه بشر که یه چیزی که همش ضرره که استفاده نمیکنه. خب ولی ببینید اون طرفی که داره این مشروب الکلی رو مینوشه، این که الان من 2 ساعت 3 ساعت وارد یه فضایی میشم که این فضا شادیزاست، اینو بهش توجه میکنه. اما توجه نمیکنه خب سردردم داره. حالا اون لحظه که داره سردرد میکشه، تو اون سر لحظه از تعبیر اول سخنم استفاده میکنم، انگشتانه های اون لحظاتش دیگه سرشار از چی در واقع؟ سرشار از درد و رنج دیگه. اون انگشتانه های اون لحظات دیگه نمیتونی شما خالی نیست دیگه که با لذتتون پرش بکنی. نت میکنی؟ خب اینه توجه نکرده بودید که این اینجا هست. یه جمله از حضرت علی نقل شده که اذکروا انقطاع اللذات و بقاء التبعات. میگن هر وقتی که با یه لذتی مواجه میشید یه چیز رو به یاد بیارید که آیا وقتی که این لذت تمام شد آیا درد و رنجی به دنبالش خواهد آمد یا نه، اینم به یاد بیارید. خب وقتی که اذکروا انقطاع اللذات و بقاء التبعات، این وقتی باشه خب این باعث میشه که ما به یک چیزی میرسیم که اپیکور بهش میگفت لذت ناب. اپیکور میگفت من به دم لذت، امور لذت انگیز در زندگی فراوانند،
ولی من میرم اونایی که دیگه جنبه علم بعدی نداشته باشن. و این همون چیزیست که جرمی بنتام درسته و جان استوارت میل و جیمز میل در یوتیلیتاریانیزم در فایده جویی ازش تعبیر کردن به لذت انمیکست، درسته؟ یا گاهی میگفتن پیور، یعنی لذت ناآمیخته با علم، میکس نیست با یه علم دیگری، با یه درد و رنج دیگری. اینه. اگر توجه به این نکته بشه، اون وقت وقتی اون لحظه شما لذت میبرید، انگشتانه اون لحظتون پر شده از لذت، ولی انگشتانه لحظه بعد پر از درد و رنج این نیست، میتونه باز با لذت جدید پر بشه دیگه، و همینطور میتونه. ولی اگر اون کارو نکنید، شما در واقع دارید هر بار با یک انگشتانه که لذت دارید، چند تا انگشتانه بعدش هم سرشار میشه از درد و رنج. اینه که در واقع یک نوع لذت ناب ساده. بنابراین در باغ اپیکور، در باغ اپیکور غذاهایی که از به هم آمیختن چند تا غذا درست میشدن صرف نمیشد. اپیکور میگفت به خاطر اینکه این غذاها خوشمزه ترند، اما بعد هر کدامشون موادشون به تعبیر ما با هم ناسازگاری دارن. انات میکنی؟ میگفت غذاها به بساطت خودشون باید برقرار بشن. بنابراین من امروز صبح زیتون میخورم، چند تا دونه زیتون میخورم، اما سالاد مخلوط این معنا نداره. سالاد مخلوط، چون من ممکنه سالاد مخلوط لذت اون لحظهش بهتر از چند تا دونه زیتون باشه، ولی بعد هر کنم از اجزاء تشکیل دهنده اون مخلوط یه مشکلاتی دارن به خواست خودشون. گفته بود که آقا گفتن که اصل شکم از شکم در مینالید، گفتن چیکار کردی؟ اگه چی خوردی؟ گفته بود که عسل خوردم، خربوزه هم خوردم. گفتن خب این که از قدیم الایام گفتن که عسل و خربوزه با هم نمی‌سازن، خب چرا خوردی؟ گفت نه بابا جون، با هم ساختن، میخوان پدر منو در بیارن. چی با هم نمی‌سازن؟ خب واقعا اینجوریه دیگه. اینا لذت‌های در واقع میکسن، لذت‌هایی ان که آمیخته میشن به درد و رنج. اپیکور در واقع به این توجه می‌داد. اول علائم معری همیشه به این توجه می‌داد که شما اگر چیزهایی رو از خوردنشون لذت میبرید، اینا رو مجزا مجزا بخورید. ولی ما درست عکس این الان داریم میکنیم دیگه، درسته؟ همه چیم همینجوره ها. یعنی شما میرید یه موبایل میخرید، ساعت هم هست، تنات میکنید، ضبط هم میکنه، پخش هم میکنه، شاید فردا مثلا غذاتون هم سرد بکنه، نمیدونم حالا ممکنه درست بشه. بابا جان موبایل یک فونکسیون داره، باید این باشه. ساعت هم فونکسیون خودش رو باید داشته باشه. اگر امروز میدید چی به شما میگفت؟ میگفت آیا کسی نیست که نیاز به ارتباط داشته باشه ولی نیاز به ساعت نداشته باشه؟ خب پس فقط برای ارتباطش چی برایش درست بکنید؟ برایش تلفن درست کنید. چرا ساعت و موبایل و عرض کنم که فلان چیز و گوش چرخ کنید و همش باید توی دست باشه؟ خب من که همه اینا رو نمیخوام. همه زندگی ما یک نوع کامپلکسیتی به این صورت پیدا میکنه. اون وقت مولانا میگفت اگر من بودم، اپیکور در واقع میگه اگر من بودم میگفتم که همه چیز بذارید به وسادت خودش باقی بمونه، هر کسی اون امر بسیط رو اگه دوست داره. نه اینکه یادم میاد وقتی کوپونی بود چیزا، یادم میاد شما وقتی کبریت بخرید، عرض کنم که کش هم بهتون میدادن، کش و کبریت با هم بود دیگه، یا هر دو شما با هم بخرید. بابا جون من کبریت میخوام، من کش میخوام، چیکار انجام کنی؟ ما الان اینجوری شدیم. در تمام پدیده های زندگیتون دقت بکنید، یک نوع کامپلکسیتی وجود داره. خب این کامپلکسیتی نمیده شما لذت ببرید از زندگیتون، چون تو اینه میخواستی. اگر این به ناب ترین صورتش برش تو فراهم میومد، انگشتانه لحظه بعدت هم از لذت پر میشد، ولی خب این نمیشه. این 5 تا توصیه هاییست که اپیکور میکرد. بعضی از این توصیه ها در بودا وجود داره، بعضی از این توصیه ها در کنفوسیوس وجود داره، ولی هر 5 تاش من در اپیکور فقط دیدم. و بعد از اپیکور همونطور که گفتم، اول علای مری خیام اینو به ما توصیه میکنن که اینجوری باید زندگی کن. همه اینها البته یک پیش‌فرض شما قبول داشته باشی، و اون که اصلا
اما ممکنه کسی اصلا بگه آقا اول کلام همینه که اصلا من از زندگی کردن لذت نمیبرم. اگه از زندگی کردن لذت میبردم نظر میکنید درست بود وقت میگفتی که خب حالا دلخل میخوای زندگی بکنی و از اصل زندگی کردن لذت میبری، با یک کیفیتی اگه زندگی بکنی لذت بیشتر میشه. ولی اصل زندگی کردن مثلا لذت میخوام ببرم یا نه، اپیکور به این توجه داشت، میگفت اگر زندگی رو دوست ندارید معطل نکنید خودتون رو دیگران رو، خودخوشی کنید، توجه میکنید. و اپیکور میدونی که در آخر عمرش، در آخر عمر خودش در واقع گفت دیگه لذت نمیبرم از ادامه زندگی، خودخوشی میکنید. چرا؟ به خاطر اینکه اصل زندگی کردن هم باید تابع همین نکته ای فرزانگی باشه. ببینید یه شاعری داریم داشتیم البته به نام وحید قزوینی، این شعری داره، حالا من که یادم نمیاد، این شعر خیلی جالبی داره، میگه که واعظ، خطاب به روحانیان و واعظ میگه، میگه واعظ وقتی که عذاب جهنم و دوزخ و شکنجه و اینا رو بحث میکنید، اینقدر منبرتون رو طولانی نکنید که آی مردم به جهنم اینجوریه و اونجوریه و اونجوریه و اونجوریه و اونجوریه، یه جمله به منبر بگید، بگید مردم شما یه بار دیگه زنده میشید. اگه دید مردم تو سر خودشون نزدن گفتن عجب ما یه بار هم زنده میشیم، یه بار زندگی کنیم، هیچ جهنمی بهتر از همین نیست که ما یه بار دیگه باید زندگی بکنیم. تو همینه که بگید میفهمن جهنم یعنی چی. جهنم یعنی زندگی مجدد. عجب کنیم دیگه قد تو داغ و درفش و سیخو میخواد نمیخواد بگید. شما بگید مردم فقط بدونید که یه بار دیگه از نو زنده میشید و از نو باید زندگی ادامه بدید. این دیگه بسه. عجب کنیم. خب اگه یه همچی تلقی شما داشته باشید که آقا اینجوری زندگی، تمام اینا در واقع به یک معنا دیگه لایعنیه، ناجو میکنی. گفت بایی واعظ مکن دراز، سخن رو دراز نکنی که راجع به مثلا حول قیامت و فرض کنی که عذاب و فلان و فلان و فلان، کار به اینو نشید. گفت واعظ مکن دراز حدیث عذاب را، ترجمه میکنی؟ این که حدیث عذاب رو دراز میکنی، مفصلش میکنی، این احتیاجی نیست. بله یادم رفت، به هر یادم باز رفتم دیگه. بالاخره میخواست بگه که اینجوریه دیگه، احتیاجی اینقدر طولانی توضیح بده، همین که زندگی مجدد ما میکنیم این کافیه. بس حالا میخوام این عرض بکنم که همه اینها با فرض اینه که شما قبول کرده باشید که اصل زندگی به زیستنش میارزه، یا اصل زندگی رو دوست دارید که بزید. اگه دوست داشته باشید بزید، اونا یک راه های به این صورتی پیشنهاد میکردن. اون این راه ها ما کمک میکنه برای اینکه برسیم به اون. اما همچون که عرض کردم، آیا واقعا حصول این یا نه اون داستان دیگریه. ولی من میخوام بگم به هر حال وضوح نظری چیز خودش چیز خوبیه، حالا ولو همون امری که به لحاظ نظری واضحه در مقام عمل تحققش مشکل باشه. ولی بالاخره لااقل به ما میگه که اگه میخوای اونجوری بشید راهش اینه. من فکر میکنم که خود اپیکور، خود ابوالعلاء مرجی، اینا میتونستن یه همچین زندگی داشته باشن و همچین زندگی داشتن. در مورد خیام نمیدونم، چون زندگی شخصی خیام بیخبره، ولی ابوالعلاء مرجی و اپیکور همین زندگی رو میکنن، یعنی واقعا لذت‌های بیشتر و برهم انبارنده داشت. من این نکته رو که گفته بودم خدمت دوستان بگم، اینو میخواستم گفته باشم. حالا من دو تا سوالم هست.
استام واعظ مکن دراز حدیث عذاب را، این بس بود که بار دیگر زنده می شدیم. توجه بکنید، واعظ مکن دراز حدیث عذاب را، این بس بود که بار دیگر زنده می شدیم. همین بس، همین کافی. اینو بگو از مرار یا پایین دیگه، دیگه اونقدر مردم سر و صورت خود می زنن که یه بار دیگه هم باز زنده می شن دیگه. اینقدر چیز مهمی نیست. عرض کنم که یه سوالی کردن، گفتن آیا دگرگونی هایی که موجود عقلانی به طور ارادی در درون خود ایجاد می کند هم سوب شود؟ بله. ببینید چرا این سوال برای این دوست من پیش اومده، یا تو میاد که من عمل دگرگونی در جهان، وقتی گفتم عمل یعنی ایجاد دگرگونی در جهان، وقت به نظرش اومده که خب حالا ممکنه کسی در جهان دگرگونی ایجاد نکنه، یه عملی انجام بده که کجا دگرگونی ایجاد بکنه؟ در درون خودش. من گفتن آیا وقت در درون خودش هم دگرگونی ایجاد میکنه این عمله؟ آره، وقتی گفته میشه جهان، جهان هستی رو به طور کلی گفته میشه. درون ما بخشی از جهان هستیه، بیرون ما هم بخش دیگر از جهان هستیه. عمل یعنی این که من در جهان هستی دگرگونی ایجاد بکنم. حالا چه جهان هستی که بیرون منه که برای من ابجکتیوه، و چه جهان هستی که عرض کنم که در درون من باشه. بله. یه سوال دیگری کردن که آیا طی دوره‌های فلسفه و روانشناسی اخلاق، طی یعنی گذراندن دوره‌های فلسفه و روانشناسی اخلاق و کسب دانایی اخلاقی به اخلاقی شدن و اخلاقی زیستن کمک خواهد کرد؟ البته قبول دارم که اگر کسی خودش اخلاقی باشد، دانایی اخلاقی به اخلاقی تر شدنش یاری می‌رساند. اما گاهی می‌اندیشم که شاید دانایی اخلاقی کسی را که اخلاقی نمی‌زید غیر اخلاقی تر کند، زیرا تا کنون عمل غیر اخلاقی داشت و نمی توانست آن را موجه و مستدل کند، اما از این به بعد توانایی استفاده از مهارت استدلال و دانایی اخلاقی را دارد و زمینه های غیر اخلاقی تری را برای عمل غیر اخلاقی فراهم می نماید. به عبارتی دیگر شک دارم که گذراندن این دوره ها انسان غیر اخلاقی را به انسان اخلاقی تبدیل کند. گویا دانایی اخلاقی هر کسی را در آن گونه که میزید کمک میکند، یعنی آنچنان را آنچنان تر میکند. منظورش اینه، میخوام بگم آدم وقتی داناییش افزایش پیدا میکنه، آنچنانش اینچنین نمیشه، اینچنینش هم آنچنان نمیشه، آنچنان را آنچنان تر میکنه. اگه خوبی خوبتر میشی، اگه بدی هم بدتر میشی. چون روز زیبا چراغ آید گزیده تر برد کالا. میگن خب این روز الان با چراغ اومده دیگه، استدلال هم بلده و جان سوارت میلو میشناسه، هیوم رو میشناسه. من فکر میکنم ایشون منو دیدن از اینجا به نتیجه رسیدن، ولی اینجور نیست واقعا. ببینید، من البته قبول میکنم که بین معرفت اخلاقی و عمل اخلاقی همیشه شکافی هست، این قبول میکنم. بنابراین قبول میکنم که ممکنه معرفت اخلاقی ما خیلی بالا باشه، ولی عمل اخلاقیمون متناسب با معرفت اخلاقیمون نباشه. اینو کاملا میشه پذیرفت. چون این نیست که لزوماً هر که معرفت اخلاقیش افزایش پیدا میکنه، عمل اخلاقیش هم افزایش پیدا بکنه یا عمل اخلاقیش بهبود پیدا بکنه. من قبول میکنم این شکاف وجود داره، اما دیگه عکسش رو نمیتونم بپذیرم که بگید که نه فقط معرفت اخلاقی افزایش که پیدا میکنه، عمل اخلاقی افزایش پیدا نمیکنه. اصلا معرفت اخلاقی افزایش که پیدا میکنه، عمل اخلاقی کاهش پیدا میکنه. اینو دارم میخوام بگم دیگه، اینو من نمیتونم بپذیرم. به نظرم میاد که معرفت اخلاقی عمل اخلاقی رو کاهش نمیده، افزایش دادنش محل بحثه، که البته من معتقدم لزوماً افزایش نمیده، اما شما دارید میگید کاهش میده. نه، کاهش نمیده. این یک نکته. نکته دوم این که ایشون تصورشون بر این بوده که این یه امر اخلاقیه. خب مهارت استدلال که امر اخلاقی نیست،
کسی که ماهر میشه در استدلال، اینه میتونه میگه معرفت اخلاقیش افزایش پیدا کرده و حالا عمل اخلاقی خلاف انجام میده مهارت استدلال که کاری به اخلاق نداره. نکته سومی هم که پیش‌فرض سخن ایشونه و باز نمی‌تونم بپذیرم اینه که ایشون فکر کردن برای هر موضع اخلاقی هم میشه استدلال کرد و گفتن خب طرف برای بدترین مواضع هم میتونه چی بکنه؟ استدلال پیدا کنه. خب اینجوری هم نیست، یه آنارشی هم که وجود نداره در حوزه علم اخلاق و فلسفه اخلاق که آدم بگه که خب چی میخوای؟ بگو تو برای در بیارم از دل این علم اخلاق و فلسفه اخلاق. توجه میکنی؟ محی الدین ابن عربی میگفت دیگه، میگفت که المرید، از قول استادش ابو مدین میگفت، میگفت المرید، مرید نمیدونی چه روش کنند مرید، میگفت استادم ابو مدین یه وقت داشت به کسی میگفت که از این نظر به مرید، تو صوفیه میگن مرید و مراد اینو، و از نظر به مرید میگن مرید که المرید من یستخرج من القرآن ما یرید، مرید کسی که هر چی دلش بخواد از قرآن میکشه بیرون، از نظر میگن مرید یعنی اراده کننده است، اراده میکنه هر چی دلش بخواد بکشه بیرون. نه اینجور هم نیست، استدلال اخلاقی هم نظر من اینجوری نیست که بشه از دلش به سوی هر موضعی بشه استدلال بیرون کشید. اصلا برابر نمیتونم بپذیرم. سوال بعدی هم که الان باید به دستم رسید، اگر به چگونگی به وجود آمدن عشق بین دو نفر توضیح دهید. این سوال کننده به نظر من از دو تا چیز غافل بودن. یکی این که غافل بودن که عشق تا به وجود نیامده با هیچ توضیحی به وجود نمیاد، وقتی هم به وجود اومد نیاز به هیچ توضیحی نداره. یکی هم نمیدونستن که ما در چه برهه تاریخی داریم زندگی میکنیم. آخه چجور میشه راجع به وجود آمدن عشق به این دو نفر توضیح داد؟ چرا؟ حالا بقیه سوال بخونم، شاید سوال جالب‌تر از این باشه که معنا رو. چرا گاهی انسانی عاشق کسی میشود که از هر نظر از دیگران از زیبایی و امتیازاتی کمتری برخوردار است؟ در صورتی که انسان از زیبایی و خوبتر بودن جنس مخالف بیشتر لذت میبرد. اما گاهی عاشق دختر یا یک پسر بی کمالات میشود. البته اول بی جمالاتو گفتن، اما بی کمالات. بله. راستش نمیدونم چون من گرفتارم چیز نشده هم. آیا میتوان نزد حکمای مسلمان و اصولیان فلسفه عمل یعنی یا فلسفه کنش، فلسفه اکشن را بازسازی نمود؟ میتوان فلسفه کنشی را به همون معنایی که در غرب به کار میرود برای مباحث اراده، علم و نفس استفاده کرد؟ بله، به نظر من هم اصولیان ما به تعبیر این بزرگوار و هم حکمای مسلمان ما هم یه حرفای راجع به این که چجوری عمل آدم صادر میشه گفتن که میشه بازسازیش کرد و تبدیلش کرد به یک نوع فلسفه کنش. ممکنه اون فلسفه کنش قابل قبول نباشه امروزه برای یک روانشناس، برای یک فیلسوف ذهن یا فیلسوف عمل، ولی آره کاملا قابل بازسازیه، میشه این کارو انجام داد که ما از دل سخنانی که اصولیان گفتن به حکمای مسلمان هم چیزی بیرون بکشیم. پیش‌فرض‌های فلسفه کنش امروز، ببخشید، پیش‌فرض‌های فلسفه کنش با پیش‌فرض‌های قدمای ما منافات ندارد. چرا؟ منافات داره، اما خب بالاخره وقتی منافات داره اون میشه یک نوع فلسفه کنش، این میشه یک نوع فلسفه کنش دیگری. یک، آیا علم برخواسته از حقیقت طلبی یا وسیله‌ای برای نزدیک ببخشید آیا علم برخواسته از حقیقت طلبی یا وسیله‌ای برای نزدیکتر شدن به حقیقت نیست؟ پس چرا علم رو جزء دسته اول نیازها ارضا نشونده و ایجاد کننده مشکلات مانند قدرت و این قرار دادی؟ نه اتفاقا علم رو قرار ندادم. اول میگفتم یک سلسله نیازهایی داریم که اینا از جهت این که ارضا نمیشوند مشترکن. یکیشون هم کنون رو دونستم؟ علم رو دونستم.
حالا فهمیدم ایشون میدونید سخنشون چیه، میگن که اول گفتی که جزء اونایی است که ایجاد کننده مشکلات، بعد خودت گفتی که حقیقت طلبی از اونایی است که ایجاد مشکلات هم نمیکنه. یعنی خب اینا که یک چیزه، نه توجه داشتن به این. اما حقیقت طلبی رو جزء نیازهای دسته دوم یعنی ارضا نشونده اما خالی از مشکلات طبقه بندی کردی. نه به نظر میاد که آیا شاید بیان من ناقص بود. دو، آیا حفظ تصویر خود در اذهان دیگری برای کسب محبوبیت و شهرت و صمیمیت و معاشرت و نیست؟ با توجه به اینکه هر کدام از اینها منشأ لذتن، بهتر نیست بگویی ما از لذت‌های می‌گذریم برای کسب لذت‌های بزرگتر؟ اگر این طور نباشد، پس سائق یا انگیزش انسان عاقل برای فدا کردن آن لذت‌ها چیز خیلی ساده و جالبیه. ببینید سوال اینه که میگن که ببین تو که دلت میخواست دنبال اون مگس بدوی و بعد گفتی که خب اگه من دنبال این مگس بدوم، اون وقت بعد فردا اینجا اونجا میشینن میگن که مثلا فلانی دیدیم که داشت دنبال مگس میدوی، وقت به حیثیت اجتماعی لطمه میخوره. به خاطر اینکه به حیثیت اجتماعی لطمه نخوره صرف نظر میکنه از تعقیب اون مگس. دارن به خطاب من میگن که مثلا تو مثالی که میزدی، بعد میگن که خب اصلا حیثیت اجتماعی رو برای چی آدم میخواد؟ به خاطر اینکه از حیثیت اجتماعی رو لذت میبره. خب چرا تخته اش میکنی این آدم رو؟ این آدم از دو تا چیز لذت میبرده، یکی از تعقیب مگس، یکی هم از به دست آوردن حیثیت اجتماعی، از هر دوش لذت میبرده. خب حالا اومده مگس رو ول کرده، حیثیت اجتماعی رو چسبیده، چرا تخته اش میکنید؟ اینات میکنی چه عرض میکنم؟ چرا تخته اش میکنید؟ خیلی سوال درست دقیقی ها. میگن آقا آدم اگه من نبود دنبال لذت بره، من ملکیان میگم چرا. بعد میگن که خب توی ملکیان دوست داشتی دنبال مگسه بدوی، ولی بعد دیدی که حیثیت اجتماعی لطمه میخوره، اومدی از حیثیت اجتماعی رو نگه داشتی و از صرف نظر کردن مگس، از دنبال کردن مگه صرف نظر کردی. خب بسیار خوب، دو تا لذت داشتی، یکی این یکی این. خب یکی از لذتات رو فدای دیگری کردی، یعنی حیثیت اجتماعی رو حفظ کردی که ازش لذت می‌بردی، اولش از یه لذتی به نام تعقیب مگه صرف نظر کردی. با این وضع تو به اصل لذت طلبی وفادار مونده ای و لذت کوچکتری رو فدای لذت بزرگتری کرده. کدومش عیب داره؟ به اصل لذت وفادار موندن عیب داره؟ نه. اینم که آدم لذت کوچکتر را فدای لذت بزرگتر بکنه، اینم عیب داره؟ اینم نداره. پس چرا من یکی داشتی تخته میکردی میگفتی نه من نباید حیثیت اجتماعی بهش توجه بکنم، باید برم به دنبال چی؟ برم به دنبال اون. سوال اینه و که خیلی سوال درستی هم هست. جوابش چیه؟ جوابش نیگه راست میگی، آدم از حیثیت اجتماعیش هم لذت میبره، از محبوبیت، شهرت، صمیمیت، معاشرت و فلان و بهمان لذت میبره، بنابراین میخواد تصویر خودش در اذهان دیگه هم حفظ بکنه، همونطور که ایشون گفتن. و بنابراین درسته. اما میدونی عیب کار چیه؟ عیب کار اینه که شما تنها زندگی میکنید و تنها میمیرید، بنابراین باید به لذاتی وفادار بمونید که با موجودی که همیشه با شماست قرینه. توجه میکنید که عرض میکنم؟ ما اینو باید فراموش نکنیم که ما تنها هستیم. ما میدونید چرا دنبال اون هستیم که یک تصویر خوبی داشته باشیم؟ چون فکر میکنیم با تصویر خوب در اذهان دیگران داشتن از تنهاییمون میایم بیرون. با این که از تنهایی بیرون نمیایم، تنهاتر هم میشیم. چرا تنهاتر میشیم؟ به خاطر اینکه تا وقتی دنبال مگسه میرفتم لاغر از خودم جدا نبودم، حالا که دنبال مگس رفتم و رها کردم از خودم جدا افتادم. این اون چیزی که مهمه که میگن آقا دنبال ثروت، قدرت، جاه و مقام، حیثیت اجتماعی، شهرت، محبوبیت نباشید، به خاطر اینه که شما وقتی دنبال اونا میرید چیزی به دست نمیارید، اما چیزی رو از دست میدید. چرا من میخوام شهرت و محبوبیت داشته باشم؟ برای که شما رو با خودم داشته باشم. شما رو با خودم پیدا همراه نمی کنم، فقط این خودی هم که داشتم از دست میدم. به تعبیر دیگری تنها بودم، میخواستم از تنهایی بیام بیرون، حالا چی شدم در واقع؟ تنها تر شدم. تمام مشکلی که
فیلسوفان اگزیستانسیالیست در این نوع تلقی میبینن اینه دیگه، این که میگن اینقدر زندگی اصیل و زندگی اصیل داشته باشید و استقلال خودتون رو حفظ بکنید، اصالت به جنبه درونیش، میگن استقلال به جنبه بیرونیش، میگن دنبال یک زندگی اصیل مستقلانه باشید، به خاطر اینکه اگر دنبال زندگی اصیل مستقلانه نباشید و خودتون رو سانسور کنید به خاطر محبوبیت و شهرت و از میخوانم بقیه چیزایی که ایشون نوشتن، اون وقت غافل شده اید از یک واقعیت انسانی و اون تنهاییه. شده اید میخواسته اید کودک درونتون تنها نباشه، فکر کرده اید که چهار تا دیگر رو میتونید دنبال خودتون بکشید، اون چهار تا دیگر که دنبال خودتون نترسید بکشید، کودک درونتون از رهاتون کرد. چرا؟ چون کودک درونتون بهش ارضا نشد دیگه، بهش بیمحلی شد، بهش بیعتنائی شد. این اما اگر کسی این پیشفرض رو قبول نداشته باشه و بگه تنهایی از وجوه تراژیک زندگی نیست، تنهایی رو میشه مرتفعش کرد، اون وقت اشکال این دوست من کاملا وارده. اگه بگه نه وقتی شما ها منو دوست دارید این تنهایی منو از بین میبره واقعا، خب اگه اینجور باشه آدم بهتره که مگسه رو ول کنه و دوستشو نگه داره، حالا چه میکنی؟ اما بحث بر سره که ظاهرا تنهایی از وجوه تراژیک زندگی ما، تنهایی اشنام ناپذیره. خب پس لااقل اینو در از دستش ندید. البته در باب اینکه تنهایی از وجوه تراژیک زندگی هست یعنی شر اجتناب ناپذیره یا نه اختلاف بین فیلسوفان هست، ولی عمده فیلسوفان و روانشناسان معتقدن که تنهایی اجتناب ناپذیره، ما از تنهایی گریز نداریم. ضمن ادب خسته نباشید استاد محترم، درباره نکته چهارم کم کردن سرعت، البته من با پلیس راه و اینا رفاقتی ندارم، اون دیگریه. خب یه جوری نوشتن کم کردن سرعت یعنی چی؟ آهنگ و تونالیته پلیس راه و راهنمای رانندگی و جاده ها و اینا رو داره، ایام تعطیلات. و درباره نکته چهارم کم کردن سرعت، به نظر میرسه کم شدن سرعت مانند زیاد شدن سرعت زیاد لذت آور نباشد. اریکسون مطالب جالبی در این باره مطرح کرده است. شما یک فیلم رو با سرعت پایین ببینید خسته کننده است، همچنین سرعت زیاد خسته کننده است. سرعت مطمئنه لزوما سرعت پایین نیست. ببینید سرعت مطمئنه لزوما سرعت پایین نیست، راست میگن. تو اون لاینی که باید 100 کیلومتر سرعت برید اگه با سرعت 70 کیلومتر به حوادث زیاد میکنید، اما من اصلا کاری به پلیس راهنمای رانندگی نداشتم. من گفتم ما اون که شما میگید که آقا سرعت فیلم کند کم که میکنیم هم خسته کننده میشه، راست میگید که من منکرش نیستم، اما نمیگفتم که سرعت فیلماتونو کم نکنید و یا کم بکنید، گفتم خودتونو داشتم میگفتم، وگرنه من هنوزم توصیه میکنم با همون سرعت معمولی فیلم رو ببینید، سرعتی کم نکنید. بحث این بود که فیلمو وقتی میبینید ببینید فیلمو، راجع میکنید. من بارها این جمله رو از بودا نقل کردم که میدونی که بزرگان آیین هندو بعد از که بودا منشعب شد از آیین هندو و یه دین بر خودش بنیاد گذاری کرد، و خودم پیش بودا بزرگان و مرتازان تراز اول، این واقعه دیگه جز مسلمات تاریخ دیگه، مرتازان تراز اول و روحانیان تراز اول هندو بودن پیش بودا و گفتن که استاد ما یک سلسله کشف و کراماتی داریم میخوایم بر شما نقل بکنیم. یکشون گفت که من روی آب راه میرم، یکشون گفت نمیدونم من تیول عرض میکنم، یکشون گفت که نمیدونم من چه میکنم. بعد گفتن که خب استاد بزرگ شما چی کار میکنی؟ گفت من یک کاری میکنم که هیچ کدوم از شما نمیکنی. گفتن چیه؟ گفت من وقتی که قضا میخورم فقط قضا میخورم، و وقتی که دراز میکشم فقط دراز میکشم، و وقتی حرف میزنم فقط حرف میزنم، و وقتی سکوت میکنم فقط سکوت میکنم. حالا شما این کار میتونید بکنید نمیتونید بکنید؟ شما به خودتون رجوع بکنید. این مهمتر از اینکه آدم پرواز بکنه، خیلی مهمتره. ولی البته خب من شما اگه یه جایی بشه پرواز کنیم اصلا میگیم همه این حرفا رو کنار، اون پرواز رو نگه دار. ولی چرا؟ واقعا بودا وقتی سخن میگه رو سخن گفتن زوم کرده. من شما در عجله یعنی چی؟ در آن واحد چند تا کار رو داریم انجام میدیم؟ 3 تا کار رو داریم انجام میدیم، درسته؟ شما دیدید که خودمون نمیبینیم ولی همه همینجوری. شما تو اداره رفتید حتما رفتید دیگه، طرف شما ارباب رجوعش هستید میگه که ببرم اونجا،
یعنی اون باید اون امضا بکنه، با تلفن هم داره جواب میده، همینطور داره پاراف میکنه، یه سری چیزا هم داره پاراف میکنه. توجه میکنی اینجا زیر میشم هی نگاه میکنه، این در واقع انگار میخواد صرفه‌جویی در زمان بکنه. اینو بهش میگن عجله. این عجله فقط به قیمت عدم تمرکز حاصل میاد. این که نه زیر میز چه درست میبینه، نه با رجوعش درست حرف میزنه، نه حرفای اون تلفن کننده رو دقیقا میشنوه. توجه میکنش کنون میکنید که عجله یعنی این که شما میخواید تی و زمان بکنید به جای تی مکان، میخواید تی و زمان بکنید. یعنی میخواید در آن واحد چند کار انجام بدید. بودا میگفت نه من اینجوری نیستم، من وقتی حرف میزنم فقط حرف میزنم. اینو شما تمرین بکنید واقعا، یه بار اینجوری باشید که وقتی حرف میزنید فقط حرف بزنید، نه اینکه وقتی حرف میزنید حرفای اونم تو اونجا نشستن که دارید میزنه اونم دارید میشه، خودم حرف میزنید حرفا اونم دارید میشنوید، توجه میکنید تلویزیون هم دارید میبینید و از میکنم که بغل دستون هم با ایما و اشاره حرف میزنید، هر بارم یه پستم برم دارید میشکنید، این از هیچ چونش لذت نمیبرید. استاد در مورد شکاف بین معرفت اخلاقی و عمل اخلاقی، آیا میتوان این شکاف رو از ضعف اخلاقی دانست و این گونه بیان کرد که آنچه موجب ضعف اخلاقی می شود به دلیل انگیزه و اراده ضعیف است، به دلیل و این گونه بیان کرد که آنچه موجب ضعف اخلاقی می شود به دلیل انگیزه و اراده ضعیف است. در مورد شکاف بین معرفت اخلاقی و عمل اخلاقی، آیا می توان این شکاف را از ضعف اخلاقی دانست؟ البته اگه ما تو از ضعف اخلاقی، ضعف اراده است، چون ارسطو وقتی میگفت ضعف اخلاقی ما ضعف اراده بود. خب بله، یکی از نظریاتی راجع به این شکاف وجود داره، همون نظریه ارسطو که میگه این شکاف رو چی درست کرده؟ ضعف اخلاقی. و ما ضعف چیه؟ اراده است. بله میشین کار. اما اگه نه، منظور از ضعف اخلاقی ضعف اراده نیست، میخواد بگید این که آدم بین معرفت اخلاقی و عمل اخلاقی شکاف میفته به خاطر اینکه از لحاظ اخلاقی آدم ضعیفیه، اینو میخواد بگید. این نه، علتش نیست، این علتش نیست، این اصلا خودشه. خود از لحاظ اخلاقی ضعیف بودن یعنی آدم به معرفت اخلاقیش عمل نمیکنه، این علت شکاف نیست، خود شکافه. به نظر شما راه های کم کردن این شکاف چیست و با چه متدی میتوان این شکاف را به حداقل رسانید؟ من اون چیزی که به نظرم میومد تو همون جلساتی که راجع به این بحث بود خدمت دوستان عرض کردم. خب من دیگه الان سوالی پیشم نیست، دیگه بازم عذرخواهی میکنم چون من به هر حال باید این سوال جواب میدادم. حالا امیدوارم انشاءالله بتونم جبران کنم در جلسه آینده. و سلام علیکم. در خدمتون بودم، دعوتتون کرده بودم در مورد هنر صحبت کردیم، خودم اونجا بودم خدمتتون. ایشون من فرستادم. بله اونجا بودم تعطیلات و خیلی از شما شکایت کردم فکر کنم بشنوید.